در بخشی از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد تروریسم، حمایت‌های مالی و تسلیحاتی و همینطور آموزشی رژیم ایران از گروه‌های تروریستی مورد بررسی قرار گرفته. دفتر مقابله با تروریسم و مقابله با افرادگرایی خشونتبار وزارت خارجه آمریکا در لیستی که در تاریخ 28 شهریور 97 در سایت این وزارتخانه منتشر شد، اسامی سازمان‌های تروریستی خارجی را اعلام کرد. در این لیست به پیشینه امکانات، وابستگی مالی و تسلیحاتی آنها اشاره شده است که عموماً به رژیم ایران وابسته هستند. در این گزارش به گروه‌های تروریستی پرداخته شده که تحت عنوان صدور انقلاب توسط رژیم ایران تغذیه و بکار گرفته می‌شوند. حزب الله لبنان در تاریخ 7 اکتبر 1997 به عنوان یک سازمان تروریست خارجی لیست گذاری شده است. این گروه از رهنمودهای ولی فقیه خامنه‌ای پیروی می‌کند. حزب الله متحد نزدیک رژیم ایران است و با هم روی ابتکار عملهای مشترک کار می‌کنند. حزب الله یک رابطه نزدیک با رژیم سوریه دارد و شبه نظامیان برای آن فراهم می‌کند. حزب الله مسئول چندین حمله تروریستی بزرگ از جمله کامیون انفجاری انتحاری سال 1983 سفارت آمریکا و مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت است. حزب الله همچنین با رژیم ایران در حملات به سفارت اسرائیل در آرژانتین در سال 1992 و بمبگذاری سال 1994 آمیا در بوئنوس آیرس هم دست بود. در ماه مه 2013 حزب الله به شکل علنی پذیرفت که یک نقش قابل توجه در جنگ ادامه دار در سوریه بازی می کند و برای بشار اسد حمایت جمع می کند. حدود 7000 شبه نظامی حزب الله در سوریه حضور دارند. ده ها فرمانده ارشد نظامی حزب الله و صدها شبه نظامی در جنگ سوریه کشته شدند. در جوان 2017 دو عامل حزب الله در ایالات متحده دستگیر شدند. آنها تأسیسات ارتش آمریکا و مجریان قانون را شناسایی می‌کردند. در ادامه گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است، رژیم ایران همچنان اکثر پول، آموزش، تسلیحات و مواد منفجره و همچنین کمک سیاسی، دیپلماتیک و سازماندهانه حزب الله را تأمین می‌کند. حزب الله منابع مالی خود را با تجارت غیرقانونی نیز تأمین می کند. این موارد قاچاق کالا، جعل پاسپورت، قاچاق مواد مخدر، پولشویی، کلاهبرداری در زمینه کارت اعتباری، مهاجرت و بانکی را در بر می گیرد.